سلام به دوستان عزیز، رسیدیم به سوال 91 از سوالات امتحان گوونما آلمانی قسمت گفاقن لیقه. خب اینجا نوشته ایس اس لایشت زینیش نوخ کورس فور اینه کویتسون اینه لستزوگ سو اوهولن. میگه این بیپرواییه و یا به معنی که حالا کاری بکنی که به عواقبش نیندیشی در است، که قبل از یک پیچ از یک کامیون یا تریلی سبقت بگیریم. گزینه های درست که جوابش بله هست یا weil der Lastzug die Sicht auf wichtigste Verkehrszeichen verdecken kann. میگه بله، به خاطر اینکه این تریلی دید شما رو به تابلوهای مهم راهنمای رانندگی محدود میکنه یا جلوش رو میپوشونه، که درسته. یا weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt. میگه به خاطر اینکه این تریلی دید شما رو میپوشونه نسبت ماشینایی که از جهت مقابل دارن میان، ماشینای که مورب هستن. گزینه آخرم که نوشته ناین و لاست تو که مایس لانگزام فاگن. میگه نه، هیچ بیپروایی نیست اگر از یک تریلی سبقت بگیریم، چون آروم میرونن که اشتباه است. وارم کان اوبرهولن اوخ اوف اوبرزیشلیشن اون گرادن فابانن گفرلیش بردن. میگه چرا میتونه سبقت گرفتن حتی روی جاده هایی که دید کامل دارید و یا جاده هایی که فقط مستقیم هستن هم خطرناک بشن. weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs oft، به خاطر اینکه سرعت اتومبیل هایی که روبرو داره میاد اکثر اوقات zu niedrig eingeschätzt wird، کمتر تخمین زده میشه از اون چیزی که هست. که وزنی درست اون کم نوشته بیشتر تخمین زده میشه که اشتباه است. سوال 93، welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich. میگه چه اشتباهاتی هستن که سبقت گرفتن و حتی روی خیابون‌هایی که دید کامل دارید و مسیرشون مستقیم هست خطرناک میکنه. گزینه ها der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. میگه مسیر سبقت گرفتن خودمون رو کمتر تخمین میزنیم، کوتاهتر تخمین میزنیم و بعدی هم که میشه بلندتر تخمین میزنیم که اشتباه است. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. یه فاصله ای که نسبت به ماشین که روبرو داره میاد و معمولا بیشتر تخمین زده میشه از اون چیزی که هست. این دوتا خب خطر ایجاد میکنن. سوال بعد، وان ویرد این اوبرهولن دا گفردت. میگه کی کسی که داره سبقت میگیره تحت خطر قرار میگیره. وند انگهولته، و اگر کسی که داره از سبقت گرفته میشه پلوتسلش بشلوینه که یه پاشو بذار روگاز شتاب بگیره سوم اوبرهولن آوز شیاد، اونم بیاد بیرون که بخواد سبقت بگیره، اینا خطر ایجاد میکنه. گذنه اول که نمیشه سرعتش رو شدیدن کم بکنه اون کسی که ازش داریم سبقت میگیریم، که اون خطر ایجاد نمیکنه. پس گزینه 2 و 3. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? یه در چه شرایطی، در چه مواردی باعثی سبقت گرفتن کنسل بشه، یعنی دیگه سبقت نگیرید برگردید. گزینه اول که اشتباه است نوشته ونده اینگ هولته از اینگه شپیندیش کارد اشتاک فقینگاد، کسی که داریم ازش سبقت میگیریم سرعتش رو شدیدن کم بکنه و مشکلی نیست، شما میتونید سبقت بگیرید. wenn der eingeholte plötzlich beschleunigt، وقتی که اون کسی که داریم از سبقت میگیریم یهو شتاب بگیره. wenn durch unerwartetem Gegenverkehr Gefahr entsteht، اگه به خاطر ماشینی که روبرو میاد که شما انتظارش رو نداشتید که بیاد خطر به وجود بیاد. سوال بعد، wann ist das überholen verboten، کی سبقت گرفتن ممنوعه. wenn sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken، اگه شما تمام مسیر سبقت گرفتن رو در دیدتون ندارید. wenn die Verkehrslage unklar ist، وقتی که وضعیت ترافیکی جاده ناواضح هستش سبقت گرفتن ممنوعه. wenn sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu überholende، وقتی که شما نمیتونین خیلی سریعتر در اصل برونید، یعنی با سرعت بیشتری برونید نسبت به اون ماشینی که میخواید ازش سبقت بگیرید، در این موارد سبقت ممنوعه. سوال بعد، ویدیو داریم، چراغ سبز میشه. خب این دو چرخ سوار به مسیرش ادامه میده، جاده هم تنگه، خط هم ممتده. خب قاعدتا ازش نمیشه سبقت گرفت فعلا.
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? In dieser Situation, der im Wasiat? Ich bleibe hinter dem Radfahrer. پشت‌سر دوچرخه باقی میمونم. گزینه بعدی هم که نمیشه از سبقت میگیرم از دوچرخه سوار که چون جا تنگه و خط ممتد سفید هست خب نمیتونین روش برید. سبقت نمیشه گرفت. ایش هوپه هم دمیت رادفاقه پلاتس مخت. یعنی من بوغ میزنم که دوچرخه سوار جا باز کنه برای من که رد بشم که صحیح نیست. ویدیو بعدی خب یه دوچرخه سوار جلومونه، اینجا یه مقدار جاده نسبتاً تنگ، راهنما میزنیم که ازش سبقت بگیریم. سوال چی میگه؟ چه رفتاری بس انجام بدید؟ ایش بقشه دن اوبهول فوگنگ اپ، یعنی من به خیال سبقت گرفتن میشم. چرا؟ چون هم مسیر تنگی همون روبروی ماشین آبی رنگی داره در میاد. گزینه بعدی هم نوشته ایش فیوگه دن اوبهول فوگنگ سوگش دوش، میگه من سریع سبقت رو میگیرم انجام میدم که اشتباه است. ایش فیوق دن اوبهول فوگان فوزش دش دوش، میگه من سبقت گرفتن رو با احتیاط انجام میدم که صحیح نیست. خب اینجا ومیت موسن زی این دیزا سیتواسیون رشنن حساب چی رو الان ما بکنید. گزین صحیح نوشته ده غاد فاقه وید لینکس ان دم پاکندن پیکاوه فو بای فاقن، میگه دوچرخه سوار از سمت چپ اون ماشین جلویی که پارک کرده ازش کنارش رد میشه که درسته، طبیعت از اون سبقت میگیره. میت گیگن فکیه، یعنی ماشینه که رو به رو میان هم بس حسابشو بکنید. بعد گزینه اولیم که اشتباه نوشته دقات فاقا ویرد اپشتایگن، میگه دوچرخه سوار پیاده میشه که اون میش فوبای سولاسن که بذاره من رد شم، که همچه انتظاری رو نباید داشت. سوال بعدی ومیت مستنزی قشنن دنزی überholen wenn sie überholen wollen، میگه حساب چه چیزی رو باید بکنید وقتی که میخواین سبقت بگیرید. mit Rutschgefahr، یعنی خطر لیز خوردن بعد زمین یخ زده. mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers، اینکه نوع روندن دوچرخه سوار بی احتیاط باشه. حالا منظور اینه که چون جاده یخ زده احتمال داره مسیرش خارج بشه، حساب اونم باید بکنید. mit فلنگاتم انهالته بگ، این که حساب اینو باید بکنید که مسیری که شما بخواید توقف کنید طولانی تر میشه، این به فرض بزنید رو ترمز دیرتر وای میسته. خب 100 تا سوال با هم دیگه چک کردیم دوستان عزیز. در تمام ویدیوها در پلیلیست، موقع شما عضو کانال باشید، تمام ویدیوها در پلیلیست های مختلف قرار داده شده. برای دوستانی که امتحان گواهی نامه دارن سوالا در فولدر گواهی نامه قرار گرفته. بعد دوستانی که امتحان B1 یا B2 دارن و یا گراماتیک میخوان یاد بگیرن، تمام ویدیوهای مربوطه شو که مطمئنا تو امتحانا به کارتون میاد در پلیلیست های مختلف در کانال قرار گرفته. کافی عضو کانال بشید و به پلیلیست مراجعه کنید، اونجا تمام ویدیوها رو پیدا میکنید. دوستانی هم که دنبال گرفتن پاسپورت آلمانی و ملیت تابعیت هستن حتما واسه سوالات امتحان لبن این دوتشلند یا اینبورگز تست رو یاد بگیرن. همه سوالات با جواب ها در کانال یوتیوب موجوده، میتونید استفاده بکنید. پس تا ویدیوهای بعد، بدرود.